در پاریس هستیم، در هتل وست مینستر، در انجمنی برای دوستداران زبان پارسی یا زبان پارسی میانه. دوستداران این زبان از اقصا نقاط دنیا اینجا جمع شدند تا این زبان کهنه رو زنده نگه دارند. یکی از مهمترین دلایل این انجمن رواج دادن زبان پارسیک در زندگی روزمره است. از شما دعوت میکنیم تا در زمان برگزاری این برنامه با ما همراه باشید. چطور شد که شما کشش پیدا کردید به زنده نگه داشتن زبان پارسیک؟ برمیگرده به سالها پیش، از هنگامی شاید در نوجوانی، از اینکه زبانی بوده به نام زبان پارسی باستان هخامنشیان و زبان پارسی میانه و پارسی امروز و به بالندگی پارسی امروز که می‌نگریم، به این اندیشه بودم که چه بزرگی و بالندگی و چه باری اون ادبیات پارسی میانه و پارسی کهن داشته. در پی اون خب هر کسی راهی رو در زندگی پیش میگیره و چون رشته من زبانشناسی و خواندن ادبیات و رشته ادبیات نبود، کشیده شدم به سوی رشته خودم. در کنار خب اون بخشی از فرهنگ ایران که زبان ایرانی در اونها گنجیده میشن، این همیشه برای من یک گرایشی بود و در آغاز که دانشگاه میرفتم تلاش کردم یک کمی زبان پارسی هخامنشی رو یاد بگیرم، چون در دسترسم نبود، امکانش نبود، ابزارش نبود، رها شد تا اینکه چندی پیش با این انجمن آشنا شدم و گرایش دوباره انگیزه پدید اومد و اون گرایش دوباره در خودش رشد کرد و من رو به این رسوند که میتونم، و چون ابزاری که در دسترسمون هست ابزاریه که هم شیوه روش مدرن نوینه هم کار آسانه، من به این گرایش پیدا کردم که این کار رو انجام بدم و این زبان رو دوباره یاد بگیرم. البته زنده نگاه داشتن یک زبان چیزیه که فقط به یک نفر، یک تن و دو تن نیست. هنگامی خواهد بود که افرادی به اون زبان سخن بگن، در زندگی روزانه به کار ببرنش، در دانش یا علم، در صنعت، در فناوری و زندگی روزانه با کودکان، با بزرگان، در دانشگاه، در دبستان و دبیرستان بتونیم اون سخن بگیم. امیدواریم که چنین روزی رو برای زبان پارسی که شاخه بسیار پرارزشی از زبانهای آریایی است ببینیم. خواستک تندرستی به فرزند احلایی به برا توسروی به پانک خوشکاری به همبا زنگ به همبار کیربگ به دوست روانی خوش به ای راینداری جهشنیک به تماک کار او دادستان راستی او ببند ببندگ منشنیش به به دوکه ها ابه بیمیش به. داروگ خونسندی پتیس ای چهرک نبخت استد هانزی چهرک درمان آسانی اندهد داروگ بود ادرم سنگ منشنیگی ها آمیختن دانشنیگی ها شناختن خونسند دانگ سنگ خونسند که این نکنم چه کنم دانگ سنگ از امروز دافردا زه شاید بودن دانگ سنگ ما اگر از این وقتر شاید بودن دانگ سنگ پت این ایمت استتون سند بودن من آساندر دانگ سنگ که خون سند نببم پت کار نبه من دشوار در دانگ سنگ این داروگی ها اندر هاون شکیبایی کردن پد هاون دستک نیایشنی کستن پد پرنیگانی بیدریغ ویختن هر روز ابر بام داد دو کفچک پد کفچک ابستام و یزدان او دهن ابگندن ابزی شاید کردن از پس خوردن پس ابگمانی ها خونسند بودن چپت تن اود روان سودمندتر.
این انجمن کارش رو از کجا شروع کرد؟ انجمن زبان پارسی، انجمن دوستداران زبان پارسی کارش رو از میشه گفت نزدیک به کمی بیش از یک سال پیش آغاز کرده و در این پیوند یک تارنما دارن، یک به اصطلاح آماجی هست که در راستای زنده نمودن زبان پارسی یا پهلوی ساسانی کار میشه و میشه گفت نزدیک به یک سال است که این انجمن به کار آغاز کرده. خب شما حرفه خودتونم که پزشکی هست، در مورد پزشکی پارسیک برامون توضیح بدین. کار بسیار دشواریه چون که کمابیش در این زمینه از وقتی که هم باید گفت که بسیاری از دفترها، نسکها و کتابهایی که بودن از میان رفتند یا از میان برده شدند، تنها چند جزوه یا جزتار مونده که اونها هم به شیوه بیشتر آکادمیک یا دانشگاهی برگردون شدن، در دسترس هستن، اما بیشتر کسانی که دانشجوی این رشته هستن به اونها دسترسی دارن. تلاش برای اینه که با این تارنمایی که در دسترس هست این متنها در دسترس همگان قرار گذاشته بشه. نماز به حدم دوستان و میهمانانی گرامی وهمتت پیش حرف تیز پیش کو مادیانی آفرینی وزرگان به پیی پورسم نخویست سپاسداریهی همگیهانو همگیهانی هنزمنی پارسی گفتن ابایشنیک پتنامچیشت خدای و همشا آفرین سپاس کو ات هنزمنی اوزوانی پارسیک ساخت و این هندمانی و همگوبیشنی کرد و راینید. نون آفرینی وزرگان آفرین چون پیشگاه خدای پت هنگیرد بون پت ایران شهر کامک هنزام بد چون اورمزد خدای پت دامانی خوش فرخ و پهلوم بد چون کیهوسرو خوب میهر بد چون میهریه است دشمن زدار بد چون زریر هودید بد چون سیاوش بامیک بد چون ویزن اهلو بد چون گوشتاسب شاه زرومند بد چون سامی نریمان آزناور بد چون رسته نزکور بد چون سپندیاد کنداغ بد چون جاماس بیدخش چهر و ابروز بد چون ارداف رورد راد بد چون تیشتر چرب بد چون واران ویناگ بد چون خورشید وزکیر بگ بد چون زردوشت دگر زیویش بد چون زوروان پادیخشای برومند بد چون سپندار مت زمیگ وز پیوند بد چون رودی نایداغ و از همبار بد چون زیمستان خرم بد چون وهار هوبوی بد چون موشک ابایشنیک بد چون زر رواگ بد چون درم کردار بد چون اورمزد خدا بد دامانی خوش این آفرین پد اشما ایدون باد چون ماه و خورشید و آب و آدور و می و مرد و مشک و جاسمین و گل و مرزنگوش کدک خدای رای ادگنیک رای هزار سال بندگیه باد
زند هزار سال زندگی باد ابا بندگانی خوش. مستیح کند مستیح کند به خورشنی پاک می خوش و سپرهمی هو بوی. ابا زن شوی خوش نیوشاگ نری اهلو فرزین زاید که ایران دارا که ایران دارادو نام خواهادو دشمن ازنادو دودگ ابروزاد که ایران داراد. درود. چطور میخواین این زبان رو گسترش بدین؟ هر زبانی فراز و نشیب‌هایی داره. زبان پارسی بوده، هنوز هم هست، اما از دید زبان شناسی به برنامه یک زبان مرده معرفی میشه. و چرا؟ چون که کسی به اون سخن نمیگه. زنده ساختن یک زبان کسانی رو میخواد که به اون سخن بگن، نخست اون رو بشناسن، ارزش و ارج اون رو بدونن و سپس انگیزه که پدید اومد تلاش باشه که اون زبان گسترش پیدا بکنه. در این راستا یکی آگاهی رسونی، یکی بخش بسیار پر ارزشش اون ارجیه که ما داریم برای پیشینه زبانهای ایرانی و اینکه چگونه این زبان رو از یک زبان مرده برسونیم به امروز برای زندگی روزانمون تا بتونیم از اون بهره بگیریم. در این راستا امروز از بخت بلند تارنما هست، دانشگاه هستند و اون جز با سخن گفتن، شناختن و شناسوندن و انگیزه پدید آوردن امکان پذیر نیست. ما فکر میکنیم که در این راستا یکی تارنما بسیار ارزشمنده، یکی دوستانی که میتونن از راه دوستان دیگرشون به گفته از دهان به گوش برسونن این پیام رو و کسانی هستن که در دانشگاه ها کار میکنن. ما 100% باید از کارها و پژوهش‌هایشون بهره بگیریم، از جمله سرور رها مشرا که یکی از زبانشناسان بزرگ ایرانی هستند و در این زمینه بسیار کار کردن. در این پیوند، این تارنمایی که هستش، تلاش شما فرمودین چگونه ما این زبان رو دوباره زنده بکنیم، این خواهد بود که چگونه این زبان رو در دسترس همگان بگذاریم و این در دسترس بودن بیشتر با ساده بودن، نزدیک احساس یا سوهش نزدیکی داشتن به یک زبان میتونه باشه و اینکه چه ابزاری هست، با چه روشی ما میتونیم به این زبان برسیم، بیاموزیم و باهاش سخن بگیم. در این پیوند همینک در روی سایت واژه نامه‌ای هستش با دست کم 8000 واژه، واژه پارسی، البته امروز هنوز به انگلیسی هستش و امیدواریم که به زودی به پارسی هم این واژه نامه برگردان بشه. دستور زبان هست و آواشناسی و بیشتر این رو من شاید فراموش کردم بگم، بیشتر از راه آوایی این آموزش انجام میشه، چرا که روش های نوین آموزش زبان امروز از کسی نمیخوان که بره دستور زبان بخونه چون گذشته، پس از اون بیاد واژه ها رو یاد بگیره و بتونه جمله بسازه. امروز روش های نوین مانند کودکانی که یک زبانی رو یاد میگیرن، واژه ها رو یاد میگیرن، آواها رو یاد میگیرن، واژه ها رو یاد میگیرن، جمله سازی یاد میگیرن، پس از اون به دبستان میرن، دبیرستان میرن، دستور زبان میبینن و مثلا اون کار علمی یا دانشی زبان رو یاد میگیرن. اما هنگامی که بچه ها یا کودکان به مدرسه میرسن، به دبستان میرسن، سخن گفتن بلدن. این شیوهیه که انجمن دوستداران زبان پارسی برگزیده و گمان میکنم که دست کم برای خود من تا اونجا که من تونستم فکر میکنم بسیار کارآمد بوده، چون من نرفتم دنبال اینکه الفبای پهلوی یا پارسی رو نخست یاد بگیرم سپس به زبان بپردازم، چرا که نه پس از اون به گامه دیگر پا بذاریم. اما تمام تلاش
در پیامد پرسش شما که چگونه این زبان زنده بشه، این زبان ساده با روش روشمندانه به همگان ارائه بشه و اونها اگر انگیزه ای هست به اون زبان بپردازند. درخت روست است تر و شهر اسوریک، بونش هوشک است سرش است تر، ورگش نیماند برش ماند انگور، شیرن بار آورد مردمان وسناد، هم درخت بلند ادبوز و هم نیبردید، از تو ابردر هم پدوست گنک خیر، اون پدخوانی را زمیک درختم نست همتن، چه شاه از من خورد کانوک آورم بار، جوازم از من کارند که کوبن جو ادبرینز، رسن از من کرند که تو پای بنند، چوب از من کرند که تو گریو مازند، مخ از من کرند که تو سرنیگو ناگزند، تابستان آسایگ هم پرسر شهریاران، آشیان هم مرویزگان سایگ کاردگان، کاش آن باخت بود درخت اسوریک، بوزم پسخ کرد سرم فراز شابد، ننگوی حلق سخنت پهی کارد کو واش اد ود خرد اب سود درختا، اب زگدین مزدشنان چه چاشت خوابر ارمزد، جد از من که بوز هم یشتن نشاید کز، چه جیو از من کرند اندر یزش یزدان، کمر از من کرند که از رایند پد مروارد، انگوشتبان خسروگان شاه همهیرزان، مشکم کرند آبدان پد دشت اد ویابان، دفتر اد پدیخشر ابرمن نبیسند، زه از من کرند که بنند ابردرون، ور از من کرند نخشک بز پشمن، که آزادان و وزرگان ابردوشت دارند، سکوز از من کرند که بنند زنان، که رسته و سپندیاد ابر بنشیند، کوستیگ از من کرند هوم سپد پدام، هو تشکنک شاهوار پیموزان وزرگان، کوف و کوف شوم وزرگ کشور بوم، پیشپرگ از من کرند اوجو هورمی، که خوارد شهریار کوفیار اود آزاد، اگون بید ابردر از تو درخت اسوریگ، چنگ ادوین ادکنار ادبربیت ادتنبور، هماگ زنند پدمن سرایند، اگون بید ابردر هم از تو درخت اسوریگ، اینم زرن سخن که من و تو واخت، چون که پیش خوگ و راز مروارید افشاند، کوفان چراک شوم اهوبوی کوفان، گیاه تراک خوارم از خانیک سرد آب، تو کوست ادر کوجولاهگان میخ، بوز پت پیروزی شد خورماگ اندر هو ستوب. تیسیو مردمان رسد پید بختان ببد، ایا پید
کونیشن بخت اود کونیشت آگنین اون هومنان هن چونتن اوند گیان چه تن جود از گیان کالبودی است ای اگار اود گیان جود استن وادی است ای اگریفتار اود که آگنین گمیخت استه اوزومند اود و زوج سودومند از آن پس بپرسی کس را از اون که ای نام بر مرد فرهنگ جو بزرگی به کوشش بود یا به بخت که یابد جهاندار از اون تاج و تخت چون این داد پاسخ که بخت و هنر چنانند چون جفت با یکدیگر چنان چون تن و جان که یارند و جفت تن و من پیدا و جان در نهفت همان کال بود مرد را کوشش است اگر بخت بیدار در جوشش است چه هانی فرشکی دیگ پتاید اود نه ویش و بد همباری کیربک چه ماند بدو گفت جاوی چیز که آن چیز کمی نگیرد به نیز چون این داد پاسخ که انبار موز نکاهد نسوزد نترسد ز دوز چه شکفتر داناگی و جهیش چه ابدر دوشاگاهی هو جهیشت بپرسید و گفتش چه دیدی شکر که از آن برتر اندازه نتوان گرفت چون این گفت با شاه بوزر جمهر که یک سر شکفت است کار سپه یکی مرد بینی که با دستگاه رسیده کلاهش به ابر سیاه که او دست چپ را نداند زراست ز بخشش فزونی نداند زکاست یک از گردش آسمان بلند ستاره بگوید که چون است و چند فلک رهنمونش به سختی بود همه بهر او شور بختی بود بایان خود سالاران پهلو خود همایون بزرگان خراسان ابرمن بست نشست پشنه کودا پت مودرای هیشت نباون و ایشان نبشت اومن نامگی خود هماین بزرگان نام خیشت آوشت از پدرت شاه شاهان خود مادرت بامبیشن خراسان او برادرت دو دیگمان او تو پسری اندر مودرای نماز او من ویگراس او آخز از خامن او من اشناو فراوردک سخوان آیاس که تو ویسپوره او دوین کوکه بننگی همه کنه آیاس هانی مروارید آیاس کرای او مودرای فرستید هه آیاس ور نخشک ات تشکنگی شهور داب پیموزا ات بوا آرست چه نام تو اندر گورد نامک مدستد ات برادرت پسکریو من ابک بوا پچر سازهایی که من در این زمینه به کار بردم یکیشون که ضبط شده بود که تنبوره که از طریق از راه بلنگو پخش میشد ساز دیگری که به کار بردم این ستار هست که شنیدین و به ویژه از همه شاید مهمتر در این بخش سازی رو که من به کار بردم این کاسه ها هستن
این کاسه ها جالب اینه که بدون اینکه حالا زیاد بخوام در تاریخ سازها در ایران برم، این که شما رو میفرستم به سوی یکی از سروده های حافظ که میگه که ساقی به صوت این غزلم کاسه میگرفت، میگفتم این سرود و می ناب میزدم. یعنی اینکه ما این سنت کاسه نوازی رو در ایران دست کم تا زمان حافظ داشتیم و با و کاسه میزدن و حافظ میگه دیگه سرود میخواندن و آواز میخواندن با این کاسه، ولی متاسفانه ما بسیاری از سازها رو در ایران از دست دادیم. مثلا چنگ رو میبینید که روی مینیاتورهای ایرانی چقدر زیاد هست و چند تا ساز دیگه که در شاهنامه فردوسی نامشان اومده این همین از بین رفته. حالا این کاسه ها کاسه های فلزی هستن که من برای این خواندن و اجرای این نیایش ها دوباره به فضای موسیقی امروزی ایران وارد کردم و ازشون بهره گرفتم برای اجرای موسیقی ها. این کاسه ها در اصل از ایران نمیان، اینا کاسه هایی هستن که در تبت ساخته شدن، ولی به احتمال زیاد اون کاسه هایی که در ایران می نواختن حتما یک آلیاژی داشته از یا از سرامیک بوده یا از سفال بوده یا متال یا فلز بوده. به هر حال این کاسه ها منو همراهی میکنن برای خواندن این نیایش ها. Thank you.
یتاهو ویریو اتارتو اشاتشی دچا بانگو شد از دای ماننگو شیاو تننم بانگو شو مزدای 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 پشت رمچا اهورای آییم درگو بیو زدت باستارم یتاهو ویریو اتارتو اشاچی رچا وانگه او شد از دای مانانگه او شیا و تننم هانگه او شو مزدای 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 خشت رنچا اهورای آیی درگو بیو ددت باستارم یتاهو ویریو اتارتو ششا چی دچا وانگهو شد از دای مننگهو شیابو تننم مانگهو شم از دای مزدای مزدای خشت رمچا اهورای آییم درگو بیو ددت باستارم موسیقی که الان شنیدیم از کجا آمده؟ این کاسه هایی که ما دیدیم که آلات موسیقی هستن میشه یه توضیحی در مورد این برامون بدیم؟ راستش این آلات موسیقی و موسیقی ساخته دوست گرامیمون سرور آتر ترابی هستش و کار خودشون بودن و ساخته خودشون هستن. ایشون که موسیقیدان هستن، خونیا شناس هستند، چند ساز ساختند و این تکیه خونیایی را که شنیدیم ساخته خود ایشون بودش. و همون طور که میدانید فرهنگ ما ایرانی ها بسیار با فرهنگ هندی ها وابسته بوده و هست، همان گونه که متنای اوستایی و گاتاها بسیار نزدیک به متنای وداهای هند هستند. خب حالا این یک چیز
بعد اینکه بسیار نکته‌ای رو که شما بهش اشاره کردین این هست که درسته من با یک حالت زمزمه و دقیقاً با این حالت آغاز کردم که این اگه دقت کنین توی این متنایی که خواندم اینا بسیار زیاد این صدای یا واک یا فونتیک ام رو دارن، اشم و هو و هیشت مستی اشتا استی اشتا اما هیات اشای و هیشتای اشم با ام تموم میشه و اون یکی دیگه که اجرا کردیم با اونم با واستا رم تموم میشه، اهورای آیم درگوبیو ددد واستا رم. این ام یک چیزی هست که در درون میره و چون در درون میره یکی از صداهایی که در وجود انسان و در طبیعت و شاید در تمام کهکشان وجود داره و از این ام بسیاری از چیزها اومده. مثلا واژه مادر در بسیاری از زبانها از صدای نخستین صدایی که بچه در میاره صدای ام 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 که از این واژه مادر آمده بیرون. حتی در زبانهای غیر هندو ایرانی اروپایی مانند عربی هنگامی که میگیم واژه مادر هست در عربی میگن ام، حتی در اونجا هم یک این میم رو میبینیم که هست. بنابراین اینی که از صداهای بسیار مهمه در موسیقی و در نیایش های چه وداها چه اوستا، به این خاطر من این نیایش ها رو و این موسیقی رو با که هندی ها به اون ام میگن و ما همونطور که بهتون گفتم در این وجود داره با این زمزمه درونی آغاز کردم، چون این نیایش در اصل یک برگشتیه به درون شما برای پیوند با پیرامون خودتون و با جهان و کهکشان و دیگه هرچه حدو در او هست.